مسئول روابط عمومی دفتر آیت الله لزما سی صادق حسین شیرازی در کربلا با مهندس سیف جاسم الخطابی استاندار کربلا دیدار و با وی درباره مسائل مربوط به مراسم بزرگداشت آشورا در شهر مقدس کربلا گفت و نمود همکارم گزارشی از دیدار تهیه نموده که توجه شما را به دیدن آن جلب می نمایم سید عارف نصرالله مسئول روابط عمومی دفتر آیت الله سید صادق حسینی شیرازی در دفتر خود میزبان استاندار کربلا مهندس نصیف جاسم الخطابی بود به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه سید عارف نصرالله در این دیدار با استاندار کربلا در خصوص واقعیت این شهر تاریخی و لزوم توجه و احترام به آن و همچنین نیازهای این شهر و نیز آمادگی موکبهای حسینی برای پذیرایی از زائران امام حسین علیه السلام گفتگو کرد. وی در این دیدار با اشاره به این نکته که شهر مقدس کربلا منتصب به حضرت سید و می باشد و با ضرورت توجه بیشتر به آبادانی و پیشرفت و توسعه آن و همچنین ضرورت تلاش برای الگوسازی و حفظ اندیار به عنوان یک شاخص به منظور شناساندن هویت معنوی دینی و تاریخی و نیز مقابله با برخی از تلاش ها برای دینزدایی و گسترش افکار انحرافی توسط تعداد قلیلی از افراد تازه به دوگان رسیده تأکید کرد. در این دیدار همچنین در مورد افتتاح قریب الوقوع فرودگاه بین المللی کربلا و امکاناتی که پس از افتتاح آن در اختیار زائران قرار می گیرد و همچنین گردش اقتصادی و عوائدی که با راه اندازی آن باعث توسعه شهر مقدس کربلا خواهد شد و فرصت های شغلی زیادی که برای مردم این شهر فراهم می شود بحث و تبادل نظر شد. سید عارف نصر در گفتگو با الخطابی در رابطه با مدیریت و تدبیر جدی برای ساماندهی زیارت های میلیونی که در مناسبت های مختلف در شهر مقدس کربلا صورت میگیرد و ضرورت همکاری دولت و تولیت آسان های مقدس حسینی و عباسی از یک سو و موکب ها و حیعت های حسینی از سوی دیگر و هماهنگی کامل میان همه دستگاه های زیر ربط در ستوح خدماتی، امنیتی و فرهنگی تأکید کرد. مهندس نصیف جاسم الخطابی استاندار کربلا نیز به نوبه خود از تلاش ها و عنایت ویژه مرجع عالیقدر آیت الله الازما سید صادق حسینی شیرازی در راه خدمت به مسلمانان و شیعیان در سراسر دنیا به ویژه عراق تشکر کرد.